در پی انتخاب فردی مسلمان به عنوان وزیر کشور انگلستان سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده پیامی خطاب به او صادر کرد پس از انتخاب آقای ساجد جاوید در وزارت کشور انگلستان به عنوان اولین وزیر مسلمان این کشور سازمان جهانی نفع خشونت مسلمان آزاده پیامی را برای ایشان ارسال کرد سازمان جهانی نفی خشونت در این پیام ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای آقای ساجد جاوید با ذکر نکاتی خاطر نشان کرد از آنجا که دین اسلام دارای پایه‌های محکم برای تعامل مدنی بین ادیان و ملتهای گوناگون در تمام عرصه های بشری و جهانی است سازمان جهانی نفع خشونت امید دارد که شما با قرار گرفتن در مقامی عالی و پذیرفتن مسئولیتی سنگین در کشور انگلستان در معرفی اسلام ناب و تعالیم انسانی آن سهیم باشید همان اسلامی که از آغاز تا به امروز انسان را به سوی کمال، نوآوری و اخلاق نیکو و والا فرا می‌خواند اسلام عزیز آمده است تا انسانها را به حسن تعامل با دیگران تشویق و ترغیب کند و با تأکید بر انسان دوستی و میهن دوستی به حقوق انسانها ماننده آزادی بیان، اختلاف نظر و شنیدن رأی دیگران توجه می کند و نیز بر گفتمان و انسجام بین مردم تأکید دارد چرا که اسلام دین صلح، محبت و ایثار است. آقای ساجد جاوید سازمان جهانی نفع خشونت انتظار دارد که شما در این جایگاه حساس راهی را در پیش گیرید که رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله علی و جانشین آن حضرت یعنی امیر و مؤمنان حضرت علی علیه السلام در پیش گرفتند راه و رفتاری که در تعامل با مردم با هیچ اجحاف و زیان و آزاری همراه نبود. آن بزرگان نمونه هایی منحصر به فرد و بیمانند انسانی بودند که حاکمان عبرت پذیر و هدایت یافته در طول تاریخ رویه آن بزرگان را در کشورداری و مردمداری به کار بستند.